منابع محلی از ابراز همدردی گسترده مردم بحرین با حسن مشیمه زندانی آزادی بیان خبر دادند. گفته می شود حال مشیمه وخیم است و برای درمان او از سوی نیروهای امنیتی و حکومتی بحرین اقدامی صورت نمی گیرد. از همین روی موضوع بیش از پیش خشم افکار عمومی این کشور به خصوص شیعیان را برانگیخته و موجب ابراز همدردی گسترده با وی شده است. در همین حال اخبار منتشر شده در رسانه‌های بحرینی حاکی از آن است که محمد فرزند این زندانی سیاسی چند روزی است که مقابل مرکزی که پدرش در آن به سر می‌برد تحسن کرده و خواستار درمان فوری او شده است از سوی دیگر علی مشیمع دیگر فرزند این زندانی آزادی بیان با انتشار توییتی نوشت تحسن برادرم مقابل مرکز کانو وارد دهمین روز شد اما همچنان از درمان پدرم امتناع میورزند این نمونه واضح از فرهنگ تسامح و همزیستی مسالمت آمیز و مشترک در بحرین است همچنین علی محنا فعال سرشناس بحرینی هم تویتی در این باره منتشر کرد و نوشت ده شبانه روز است که محمد مشیمع مقابل مرکز کانو تحسن کرده و خواستار درمان پدرش است این شیوه رفتار و اقدامی مسالمت آمیز و متمدنانه برای مطرح کردن یک درخواست به حق است اما به جای درمان پدر او محمد را چندین بار در این چند روز بازداشت کردند سازمان آمریکایی ها برای دموکراسی و حقوق بشر در بحرین نیز در صفحه رسمی خود درباره حسن مشمع توییت زد و نوشت این سازمان خواستار آزادی فوری و بدون شرط استاد حسن مشمع است تا جلوی هر گونه اتفاق احتمالی گرفته شود ایشان بیش از یک سال و نیم است از روی عمد بدون هیچ خدمات درمانی در زندان به سر میبرد و به ایشان هیچ توجهی نمی شود.